یعنی همان استبدادی که با زور ملت ایران را بیدار کرد، همان استبدادی که با زور دست ملاهای مفخر حرامزاده دوزاری رو از امر قضا کوتاه کرد، دادگستری عرفی رو استوار کرد، با زور زنان رو به حجاب بی حجاب و با زور هم دختران رو به مدرسه فرستاد و مردم ما رو زورکی متجدد کرد و سرانجام هم همان پهلوی و استبداد خانواده پهلوی است که مقایسه فرهنگ و مدنیت عصر پهلوی با امروز 30 سال گذشته، حتی اگر به دست کشان کسانی باشد که هنوز هم با پهلوی هایی که باعث بیداری و رشد خودشان شده اند نادانسته و یا از روی بداندیشی و هزار درد و مرض دیگر دشمنی می‌ورزند. پس در واپسین هزاران هزار درود بر پادشاهان ایران ساز پهلوی و درود بر آن استبدادی که مغرضان، جیرخاران، نوکران و بداندیشان و بددلان بر استبداد خاندان پهلوی. میریم و برمیگردیم. با شما خواهم بود. عرض ادب دارم خدمتتون. هموطنان بسیار نازنینم، روی ماهتون رو میبوسم. حضورتون عرض کنم که رضا شاه بزرگ در یکی از سفرنامه های خودش مطلبی رو نوشته بود که بسیار حائز اهمیت و هیچ وقت این از ذهن من خارج نمیشه. این مرد بزرگ نوشته بود جاده میتوان ساخت، مدرسه میتوان ساخت، راه آهن میتوان ساخت، کارهای عمرانی بهداشتی میتوان کرد، خدمات گوناگون میتوان انجام داد، اما من بزرگترین مشکلم فرهنگ این مردمه. با این ناهنجاری فرهنگی چه کنم؟ سوتون عرض کنم که بعضی ها در بین ما هستند که رذالت ذاتی و بی فرهنگی در وجودشون، در ژنشون هست. من از اونجایی که آدم بدتینت و کینه‌ای نیستم، هرگز تو زندگیم به مسئله‌ای به نام انتقام گرفتن و به دنبال مسئله‌ای رفتن و دنبال کردن دشمنی نیستم. من هر آنچه که در دلم میاد همون آن می‌ریزم بیرون و تموم میشه. اما ما در فرهنگمون، نمیخوام اصلا به یک امر کلی رو میخوام بهش بپردازم، یک موزل کلی رو. یه موقع در ما یه اخلاق بسیار بدی ما ایرونی ها داریم که مثلا اگر بنده با همسرم حرفم شده باشه الان این مطلب رو بخوام بگم، ممکنه مثلا اگر داره برنامه رو میبینه به خودش میگیره. نه، این یک مطلب کلیه، یک موزل کلیه. ما یک مشکلی داریم، یک مسئلهی داریم در فرهنگمون و اون بیمعنویتی محضه که درصدی از مردم ما در دام اون گرفتار هستند، چه بخوان چه نخوان در اون گرفتار هستند. زشترین نمود این بیمعنویتی معنویتی محض هم همین روحیه انتقامه که در بازی با نام، آبرو و حتی گاهی در بازی با سرنوشت
خانواده های محترم متجلی میشه. در بسیاری از ما ایرانی ها در خانواده ها، در جنگ هایی که بین دوست و آشنا و زن و شوهر و دوست و رفیق و همکار و شریک و این حرفا که پیش میاد، ما فرهنگمون این سستی رو، این سست بنیادی رو درش داره. شما در آمریکایی ها، در انگلیسی ها، در فرانسوی ها، در آلمانی ها اینقدر حس انتقام جویی و یا حس بی‌آبرو کردن به اصطلاح کسی که ازش دلخور شدید یا عصبانی هستید رو ندارید و این یک موزل بزرگه که ما باید از نقطه نظر روانی روش کار بکنیم. جنون انتقام حتی به مرحله تخریب و گور، تخریب گور مردگان و رفتگان هم منجر میشه. رژیم اسلامی رو نگاه کنید، حتی به گور مردگان رحم نمی کنه، تخریب میکنه، گور بهائیان رو تخریب میکنه، گور فرزندان این آب و خاک رو که خودشون کشته و مردم میرن یه قبری روش میذارن، اون سنگ قبر رو خورد میکنه. یعنی رفتاری وحشیانه و شرم‌آور که حدوداً 100 سالی است حتی دیگر در نزد قبایل وحشی و آدمخوار آفریقایی هم منسوخ گشته. همچنان که در کشور همسایه ما عراق هم که ما مردم اونها رو غیر مدنی تر از خودمون میپنداریم، دیگه هیچ کس با گور جنایتکارانی حتی به شقاوت صدام حسین هم کاری نداره که برای کشتن مردم خودش از بمب‌های شیمیایی استفاده کرد و قاتل بیش از 500,000 کرد و عرب عراقی بود. تا کنون هم شنیده نشده که کسی بر گور پسران او هم بی احترامی کرده باشه که براستی در اهریمن خویی حتی از پدر نیز گوی سبقت رو بوده بودند و تا بدانجا پیش رفته بودند که دیگر در برابر چشم مخالفان خود به همسران و دختران آنها تجاوز می کردن. کاری که سران این رژیم، رهبران این رژیم، آدمکشان این رژیم، اطلاعات امنیتی های این رژیم، لباس شخصی ها و بسیجی های این رژیم دارن هر روز با ملت ایران انجام میدن. در قتل و جنایت از پدران خلف خود نیز جلو زدند، کما اینکه حتی در سعودی، در سوریه، در یمن، در لبنان، در لیبی، در سودان، در پاکستان، در افغانستان و در بسیاری از کشورهای دیگر هم که همگی ظاهراً از نظر فرهنگی گامهای عقبتر از ما هستند، دیگر کسی به مردگان و رفتگان توهین نمی کنه. در کشور باستانی مصر هم که نه تنها به چهره های درگذشت، در به چهره های به اصطلاح از میانشون رفته بی احترامی نمی کنند، بلکه با احترام تمام از آرامگاه های اونها هم مراقبت به عمل میارن و حتی نام خیابان ها و میادین و کوچه هایی رو به نام آنها ثبت می کنند. در حالی که گذشته از رذالت های 3 دهه جمهوری اشغالگر اسلامی که حتی به گور زندیات سرهنگ سهراب دیبا، پدر شهبانو فرح که اصلا 10-12 سالی پیش از ازدواج دخترش با پادشاه فقید و در زمان کودکی او جوان مرگ شده بود هم رحم نکردند، آن را نیز تخریب کردند و در همین چند ماه اخیر بارها سنگ گور ندا، سهراب، اشکان و دیگر قربانیان جوان را هم خورد کردند. حقیقت تلختر از زهر هم اینه که بدبختانه این بربریت ها نه ویژه پای بران رژیم، بلکه یک خوی اهریمنی در درصدی از ما مردم ایرانه.
و این روحیه انتقام حتی در همین اروپا و آمریکا و در بسیاری از کسانی که مثلا از دست آن رژیم بی فرهنگ به خارج گریختند هم وجود داره و در یک جای بدنشون این فایل شده، انبار شده و گهگاه شما این حالت و این روحیه رو در صحبتها، در حالت چشماشون و در حالت صحبتاشون میبینید. تو من ممکنه عصبانی بشم، یه چیزی هم بگم، از این درک میرم بیرون، فراموش میکنه، چون جایی که احساس کنم دیگه نمیتونم کسی رو تحمل کنم، دیگه با اون آدم کاری ندارم. ولی بعضی ها در خودشون نگه میدارند و این رفته رفته خطرناک و خطرناکتر میشه.